با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. در ساعت 8:30 دقیقه تهران، 8:30 دقیقه شب در تهران، هفته بعد از ظهر در اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر در واشنگتن. در این شماره از تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا میپردازیم به آخرین رویدادها در عرصه داخلی ایران و نیز در منطقه و آنچه رو که در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد. آخرین تحولات و رویدادها در عرصه اقتصادی در ایران در ارتباط با فساد جاری در حکومت اسلامی ایران، میلیاردها تومان، میلیاردها دلار دیگر از سپرده‌های مردم، از سرمایه‌های مردم توسط راندخاران حیف و میل شده است. منابع رسمی در تهران میگویند داعش به کجا رسیده است. سخنان انتقادآمیز آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه علیه آیت الله خامنه ای ولی فقیه در تهران و بمباران مناطق کردنشین توسط ارتش ترکیه و آنچه که در ارتباط با مسئله فلسطین و ایران می‌گذرد. یکی از رهبران حرکت اسلامی فلسطین در تهران با آیت الله خامنه ای ملاقات کرد. سفارش های او در ادامه جنگ افروزی های جمهوری اسلامی در منطقه. با من و شما هستند در استودیو آقای علیرضا نوریزاده و در ایتالیا روم آقای محسن سازگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده سلام به شما. درود به جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا با سلام به شما در روم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما های چالنگی، های دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی و پیشاپیش عذرخواهی میکنم، من سرما خوردم، اگه به فین فین افتادم و عطسه کردن من رو شما و بینندگان عزیز ببخشید. حتما ما امیدواریم سلامت خودتون رو باز بیابید. یه زمانی بود آقای سازگارا میگفتن تمام راه‌ها به روم ختم میشه، ولی ظاهرا الان دیگه چنین نیست. تلفظ فرانسویش این هستش که تمام راه‌ها به قم ختم میشه. آقای نوریزاده، همه راه‌ها در قم به بنبست میرسه. آقای به هر حال اگه شما الان در روم سرما خوردین، در قم هم چنین خواهد شد. متاسفانه همین هست که میفرمایید تمام راههایی که به بنبست میرسه از نظر حل مسائل مردم های نوریزاده و فسادی که هست، خبری که دادن منابع دولتی باز میلیاردها دلار دیگه، واقعا همینه؟ همه راههای فساد به قم ختم میشه؟ آقای عباس محتاج این یکی از این پاسدارایی بود که به برکت مراهم مقام معظم رهبری در حالی که در عمر شنا هم نکرده بود لباس دریاداری تنش کردن، وقتی شمخانی شد فرمانده نیروی دریایی ارتش، این آقا هم شد معاونش جانشینش، بعدم فرمانده شد و یه مدت فرمانده نیروی دریایی ارتش، بعدم شد استاندار قم. جالب بود وقتی ایشون استاندار بود یه آماری از دفتر ایشون به بیرون منتشر شد، اومد بیرون، معلوم شد در قم شهر حوزه علمیه چیزی نزدیک 5000 تنفروش رسمی زن وجود داره و بیش از 1000 تنفروش مرد. یعنی بساط اون
دوران صفویه تا قبل از به اصطلاح توبه شاه تماسب، و این امردخانه ها در قم هم برپاس و همینطور خب روسبی خانه ها، و اینا همه از برکت اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی است. حالا مسئله فساد مالی یک چیز کوچکشه. وقتی در یه شهری مثل قم، باز من میبخشید اینا رو مثال میزنم، خیلی مسئله مهمی، یک بار حدود 40 سال قبل یک طلبه ای، چند تا طلبه بانوی رو به اتاقشون رو برده بودن، و اون زمان مدرسه که اینا بودن مشرف به اون رودخانه خشک قم بود که هیچ وقت آب توش نبود. بعد نیمه شب حالا مشکلی شده بود، کسی اومده بود این خانم رو شمد پیچیده بودن و این خانم رو از بالا با شمد فرستاده بودن پایین، ولی پاره شده بود و این زن مرد. شهربانی و اینا تحقیق شروع کردن. مرحوم آقای بروجردی صدا زده بود رئیس شهربانی رو، گفته بود من ریش سفیدم رو گرو میگذارم که چنین اتفاق دیگه نیفته، آبروی ما رو حفظ کنید، آبروی این یه چهار تا فاسد رو من شناسایی کردم میفرستم بیرون، ولی نگذارید صداش دراد تا آبرو ریزی بشه. اون زمان بروجردی و امثال او و بعد از او مرحوم آقای شریعت مداری، گلپایگانی، مرشی نجفی، اینا همه تلاششون این بود که قم به عنوان شهر مقدس که میگن حرمتش حفظ بشه. و زندیات دکتر بختیارم بر این باور بود که اگه اونجا رو تبدیل به واتیکان شیعه بکنن حرمتش حفظ میشه. آقایون گفتن نخیر، اینم یه ام القراس، اومدن این دم و دستگاه رو هر کدومشون زدن. و طبیعی است وقتی مصباح یزدی که نماد فساد اخلاقی و مالی هست 20 میلیارد تومن از آقای خامنه ای هدیه میگیره، خیلی معلومه و دستشو باز میذارن. یا ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی سلطان شکر ایران میشه، یا آقای یزدی سلطان لاستیک، یا امامی کاشانی سلطان کندوم در ایران میشه. خب خیلی کندوم، خیلی طبیعی است که فساد هم در این شهر از جاهای دیگه بیشتر. آقای سازگار تفسیر شما رو میشتم، آقای ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر رو هم تایید کرده، 7000 میلیارد تومان. من نمیدونم چقدر میشه، یعنی واقعا حتی بلدم نیستیم بنویسیم این رو. این با سه صراف و یک کارمند یا هر چه که هست مدیر بانک مرکزی، این پولا مال کی هست اساسا؟ مال مردم مگه نیست؟ مگه نگفتن که نمیدونم ما خواهیم آمد و اقتصاد بانکی و اینا حرام است؟ و حالا اون به جای خود والا چه ارز کنم های چالنگی، گفتم از این باغ بری میرسد. در اواخر دولت آقای احمدی نژاد اومدن میلیاردها دلار ارز مملکت رو که این روزها بیش از هر زمانی هم کشور بهش نیاز داره به قیمت دولتی به تعدادی از اعوان و انصارشون دادن و اونها در بازار آزاد فروختن و پولش رو هم ما به تفاوت بزرگی هم که وجود داشته که همین عدد 7000 میلیارد تومان که به قول شما اصلا توی مغز آدم جا نمیگیره، یک قلم دزدی از روی این پول، یعنی در واقع رانتخاری به این بزرگی. سهام نیوز گزارش مفصلی داده بود، فردی به نام ناصر سیدی رو نام برده بود که به کمک آدمهایی در وزارت اطلاعات، در قوه قضاییه، در اعوان و انصار آقای مصلحی وزیر سابق اطلاعات، آقای محسنی اژه‌ای دادستان اون زمان و معاون قوه قضاییه فعلی، چگونه در واقع در این فساد بزرگ دست داشتن. و عنوان هم کرده بود سهام نیوز که اینی که آقای لاریجانی سراسیمه به میدان آمده و میگه که دیگه راجع به فساد حرف نزنید و مطرح نکنید، بزرگ نمایی نکنید از این چیزایی که میگن، یک بعدش هم این است که کار در سطح مدیران ارشد قوه قضاییه است، این بار دزدی. من فکر کنم البته تفسیر خودم رو اضافه بکنم، آقای خامنه‌ای هم آقای چالنگی سیاستش این است که یا
یادتون هست سر پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی گفت این رو کش ندین. این کش ندادن یعنی اینکه صداشو در نیارین و مردم نفهمن. خیلی حالا خوردن دزدیدن رفتن، برای اینکه به نظر من سررشته دزدی ها در ستاد اجرایی فرمان امام و مؤسسات زیر نظر شخص آقای خامنه‌ای است، در سپاه بخشی از سپاه، و به این دلیله که ایشون دلش میخواد کش ندن و رئیس قوه قضاییه که گذاشته و چاکر جان نثار ایشونه اومده میدون و تشر میزنه که صداشو در نیاره. البته این رو عرض بکنم، خشایار دیهیمی مترجم سرشناس نامه بسیار خوب سرگشاده‌ای در داخل ایران نوشته بود که به صادق لاریجانی گفته بود که تو میخوای این رو پنهانش بکنی و من میخوام که آشکار بشه، مشکل ما این است که اینها آشکار بشه، و نامه زیبایی نوشته بود. در صورت این داستان مثل که تمامی نداره، آنچنان که گفتن آقای پور محمدی وزیر دادگستری خونریز آقای روحانی هم گفته بود که دیگه ناامیدیم از اینکه آقای بابک زنجانی اون چند میلیارد دلاری رو که در خارج از ایران داره برگردونه داخل ایران. بله، ابراز نگرانی کرده بود که ما نگرانیم که بر نگرده. یعنی خب آقای نوریزاده، این هست، یعنی فقط قوم تنها نیست، قوه قضاییه آقای لاریجانی گفته بزرگ نمایی نکنید. حالا من نمیدونم این چند هزار میلیارد تومان بخوام بزرگ نمایی بکنن دیگه میشه بودجه کشور دیگه. ببینید آقای بزرگ نمایی دیگه نداره. و بیت رهبری، اینها همه در دوره، حرف من این هست، سوء تعبیر نشه برای بعضی از بینندگان ما، در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاده، بعد از اون میبینیم همچنان ادامه داره. در همون دوره مگه اطلاع نداشتن؟ مگه آقای برای آوردن و نشوندن بر کرسی آقای احمدی نژاد رو آدم نکشتن در خیابون ها؟ آقای چاله تا بره الان یک جور بهره برداری هم از احمدی نژاد کردن هست. دقیقا تمام کاسه کوزه ها رو بر سر احمدی نژاد شکستن و مبرا کردن خودشون از فسادی که هست و از چیزایی که هست. اینم بعدم هست. بعدم نژاد مثل بقیه‌اش بعدم دست و رو رو با گلاب شستن تموم شد. نه اینجوری نیست. ببینید این آقای ناصر سیدی که اشاره بهش شد، این آقای ناصر سیدی شریک آقای محسنی اژه‌ایه. محسنی اژه‌ای گفتم اگر در جمهوری اسلامی 10 تا فاسد باشن، محسنی اژه‌ای اولیشونه. یه آدم بی سوادی که حتی درس حوزوی نخونده و این آدم اومدن یه بدبخت محکوم به اعدام تو زندان، به جای ایشون رفت امتحان داد دیپلم گرفت، بعدم گفتن ایشون مجتهد میشه لیسانس، بعدم اومدن درجه اجتهادش رو بالا بودن گفتن فوق لیسانس، و این آقا شد قاضی و بعدم دادستان و معاون قوه قضاییه. این آقای سیدی با ایشون هم دست. بعد از همه تلاشایی کردن بابک زنجانی رو بردن شکنجه دادن زور زدن، متوجه شدن آقای بابک زنجانی پولی در خارج نداره. یعنی هر جا رفتن دیدن خبری نیست، هر چی هست در داخل خود ایرانه. بعدم دارن به این نقطه میرسن میگن آقا این یکی نمیتونن محکومش کنن، برای اینکه کاری نکرده، پولا رو که نبرده بخوره، پولا رو یاده به خود اینا رسونده، بعدم شرکت زده، کار درست کرده، شرکت هواپیمایی درست کرده، الان توی قضیه موندن. حالا میان چهار تا صراف رو تو قم مطرح میکنن. ببینید فساد اصلی در این است که یک رژیمی بی حساب کتاب با چرتکه اقتصاد مملکت میخواد اداره کنه. مقام معظم رهبری میلشون میکشه این 1 میلیارد رو بدین به حسن نصرالله، این 50 میلیون رو بدید به اسماعیل هنیه، بدید به آقای محمود زهار، این 500 میلیون رو بریزید تو عراق تقسیم کنید بین هادی العامری و اصحاب اهل حق و جیش المختار. مملکت ما داره نابود میشه به خاطر حساب چرتکه‌ای، چون آقای خامنه اقتصاد سرش نمیشه و نمیدونه در مملکتی که از پایین تا بالاش فاسدن، تمام مملکت فساده، دفتر مقام معظم چه فسادی در اونجا، داماد خود ایشون 60 میلیون دلار پول ملت بدبخت رو به باد داد که برای آقا هواپیمای پسرموی پادشاه برونای رو بخره. نه هواپیمایی در کار، پولم
یه دلال سوری با هم خوردن رفت. شما چجوری میخواید مملکت درست بشه؟ درست نمیشه. راجب آقای اژه‌ای صحبت کردن، ظاهرا دکترا فقط کردانی نیست، مدارک دانشگاهی اجتهاد هم شده اجتهاد کردانی. بله دقیقا همینجوره، دقیقا همینجوره. و واقعا آقای چالنگی قابله، ببینید ما هر چی میخوایم هی میگیم کوتاه بیام انشالله گربه است، نگاه کنیم شاید آقای روحانی یک کاری کرد، همه مردم اینجوری فکر میکنن، ولی 18 میلیون بهش رأی نمیدادن. ولی چیزی که از پایه و اساس خرابه، زمان آقای خمینی، آقای کفاش‌زاده معاملات اسلحه میکرد، یه جا فهمیدن که ایشون 20 میلیون دلار خورده، یا آقای حیدری نامی هم 56 میلیون دلار تو فرانسه بالا کشید که اونم حالا داستان دیگری داره. قرازم اینه، بعد گرفتن پوست اینا رو کندن. باز زمان خمینی فساد تا این حد نبود، بود ولی تا این حد نبود. حالا خب برای اون دوران همچنان وارث دوران پیش از انقلاب بود که افسری دقیقا خیلی به 100,000 دلار چقدر که خلع درجه شده بود. آقای چالنگی اصلا قابل مقایسه نیست. بله نه، کمیسیون بازرسی شاهنشاهی می‌فرمایید؟ نه، بازرسی شاهنشاهی میمد میشست جلو مردم گزارش میداد. دریابد نیروی دریایی رو خلع درجه کردن برای 120,000 دلار که تازه پولش رو خرج جاده کشی کرده بود از بوشهر به گناوه. یعنی میخوام بگم اصلا همچی چیزی در تاریخ ما بی سابقه است. یعنی هیچ رژیمی فاسدتر آلوده تر از نظر اخلاقی و مالی مثل این رژیم نبوده. آقای سازگار، آقای مشکل این هستش که اقتصادی که در جمهوری اسلامی جاری است و بیت رهبری، یک اشاره کرد آقای نوری‌زاده که این اقتصاد چرتکی هست، مشکل از اینجاست، و کمک هایی که به این و اون میکنن که سرجم که نباید هم بشه در موارد بسیار زیاد، این کمک ها این هاست باعث فساد یا علل دیگه هم هست؟ چی هست؟ والا چالنگی، من در حدود 6-7 سال پیش یک سلسله مقالاتی رو از مؤسسه سایپ، مرکز بین المللی خصوصی سازی که یک مؤسسه در خدمت دموکراسی در امریکا، ترجمه می کردم به فارسی در خصوص فساد و مبارزه با فساد و مسئله فساد اقتصادی که بلای جان اقتصادهای عقب افتاده و کشورهای عقب افتاده است. ببینید، به موازاتی که هر چقدر اقتصاد دولت سالارتر بشه در درجه اول و بخش خصوصی ضعیفتر بشه، رقابت بره کنار و همدوش با اون حکومت دیکتاتوری تر بشه، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت، احزاب رقیب، رقبای سیاسی، مطبوعات آزاد توش کمرنگتر و ضعیفتر بشن، با یک معادله روشن می شود نشان داد که فساد اقتصادی بالاتر میره. نکته دیگه این است که باندهای فساد در اقتصادهای دولت سالار و اقتصادهایی که به مکانونهای قدرت مرکزی مثل کمیته مرکزی حزب کمونیست یا مثل ولایت فقیه در ایران وصل میشن، بعد از یک مدتی قوانین و حاکمیت قانون رو هم زیر پا میگذارن و سهل است تازه قوانین رو هم جوری عوض میکنن که دستشون بازتر بشه و راحت کنن، و یا اینکه به راحتی قوانین رو دور میزنن، از بالا سرش رد میشن. من خاطرم هست یکی از رؤسای سازمان برنامه بودجه که اگر اجازه بدین اسمش رو نگم، بعد از انقلاب اواخر دهه 60 بود استعفا داد. من جایی دیدمش، ازش پرسیدم فلان چرا استعفا دادی، گفت آقا این حضرات نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی که کار سازمان برنامه است نمیخوان. اینا میخوان مثل دوره قاجاریه پولو بکنی تو کیسه، دسته دسته کنی این کیسه رو به هر کی دلشون خواست ببخشن. همون که آقای نوریزاده با تعبیر چرتک اندازی یاد کردن، و ایشون خب تحصیل کرده و اقتصاددان بود، گفت این کار من نیست، به زودی هم توش فساد پیدا خواهد شد و استفاده داد و
رفت از سازمان برنامه. ببینید نکته ای که الان هست، آقای خامنه ای بساطی رو درست کرده، در دوره آقای خمینی هم به موازاتی که اقتصاد دولت سالار شد فساد شروع کرد به رخنه کردن، ولی هنوز بسیاری قوانین زیر پا گذاشته نشده بود، هنوز یه انقلاب تازه نفس بود، آرمانگرایی بود، بعد زمان جنگ هم بود. در دوره جنگ به هر حال یک سری اتفاقات نمیفته همه کشورها، ولی در دهه اول انقلاب که گذشت اون اقتصاد دولت سالار به خصوص در دوره آقای هاشمی که ایشون چند تا اشتباه مرگبار به لحاظ فساد کرد، از جمله گفت دستگاه برن خودشون پول در بیارن، وزارت اطلاعات و سپاه وقتی با اسلحه و دستبند وارد اقتصاد شدن به سرعت تبدیل به باندای مافیایی شدن، و در دوره آقای خامنه ایشون هم خودش دست دراز کرد به بیت المال تحت عنوان مؤسسات چپ و راستی که زیر نظرش بود و همه رو به خودش وست کرد، برای اینکه خارج از هر محاسبه‌ای در بنیاد مستضعفان، در ستاد اجرایی فرمان امام، در سامن الائمه، در ده مؤسسه بتونه پول برداره جابجا کنه، هم اینکه یک سری اعوان و انصاری که تخت و تاجش رو نگه دارن مثل سپاه، دست اینها رو در تطاول و چپاول ثروت مردم باز گذاشت، یک عده قشون و اسلحه به دست رو که همین هفته گذشته رئیس قرارگاه خاتم الانبیا گزارش داده بود عملکردشون رو. آقای چالنگی، دود از کله آدم بلند میشه که یک مؤسسه‌ای چگونه بیش از 7000 شرکت داره، 150000 آدم در بساطش هستن غیر مستقیم، 500000 آدم، و بعد لیست پروژه هایی رو که نوشته و اینها دستشون توی اون پروژه های کشور باز شده، تقریبا میشه گفت مملکت رو دلوپی خوردن. و بعد وقتی حساب کشی بکنی شما که این همه پول رو اینها گرفتن، بازدهشون چقدر بوده، واقعا فاجعه باره مقدار کاری که تحویل دادن. حالا خب حدیث مفصل بخوان از این مجمل شما، این یه قلم قرارگاه خاتم الانبیا است که بی خود نیست، مردم رو تو خیابون میکشه برای اینکه دستشون از این آلاف و علوف کوتاه نشه. در سال 88 به روال مختلف به هر حال قوانین به هم خورده، باندای مافیایی رخنه کردن، و از آقای روحانی هم ما هیچ برنامه ای تا الان برای مبارزه با این فساد گسترده که آفت و بلای جان اقتصاد ایران هستش تا الان ندیدیم. در ابتدا بنیاد ظلم اندک بود، هر که آمد مزیدی بران که تا بدین قایت رسید. حرف هم جاودان سعدی. آقای سازگارا اشاره کرد به کسی در سازمان برنامه مدیر پس از انقلاب. من آقای نوریزاده یک خاطره دارم، با دو تا از دوستانمون در صدد ساختن یک مستند بودیم درباره آنچه که به چشم قارت می اومد بعد از انقلاب. درست ماهای بعد از انقلاب بود، به شمار رفته بودیم در بنیاد مستضعفینی که راه افتاده بود، جوانی در اونجا کار میکرد، این جوان رو بعد از چند ماه، برادر همین آقای ناطق نوری که در انفجارها کشته شد، مسئول این بنیاد مستضعف، شما بهتر میدونید جزئیات برای بینندگان میگم، و بعدا این جوان رو چند ماه بعد در تهران با در نزدیکی روزنامه‌ای که در میآوردیم بامداد در بانک صادرات من دیدم، بهشون گفتم شما اونجا رو چرا رها کردین؟ حرفی که به من زد خیلی توجه برانگیز بود، اینکه آقا ما همین یه مختصر دین و ایمونی رو که داشتیم برداشتیم و فرار کردیم، برای اینکه با یه هدفهایی رفتیم اونجا، دیدیم چنان دزدی ها و غارت هایی هست و چیزهایی هست که با روال دین و ایمان ما نمیخونه. مرد جوان بسیار محترمی بود و به همین کار بانک صادرات شروع کرد ادامه دادن، و بعدها خب ما دیدیم و دوست شدیم و میدیدیم. عرض کنم خدمت شما، ببینید این بذر فساد آیا از همون زمان ریخته نشد؟ با بنیاد مستضعفان، مصادره کردن اموال مردم در مصر کشور فقیر، دو انقلاب پیاپی شد، اموال کسی مصادره نشد، با اینکه ملت فقیری بودن بسیاری شد.
ولی بنیاد مستضعفان و فتوای مصادره کردن، آیا این خود سنگبنای اصلی این بنیاد نبود که به اسم مستضعفین که اگر وجود داشتن به اندازه وسیع مورد نظر آقای خمینی، ولی راه رسیدن به زندگی اونها این بود که اموال دیگران رو مصادره کنیم و بعد این اموال سر از بیت رهبری جدید در بیاره؟ آقای نوریزاده، آقای چالنگی، خود اینا مرتب شعار میدادن الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، صبح تا شب توی آهنگاشون سروداشون. ببینید اساس این انقلاب از ابتدا کج نهاده شد. این که شما میفرمایید درسته، ولی ببینید آقای چالنگی، اصولا مصادره اموال یک امر بسیار بسیار حساس، ضد اسلامی، ضد اخلاقی، ضد اقتصاد، حالا همه اینا رو حساب بکنید. چرا باید ایران ناسیونال مصادره میشد؟ آیا مدیرش بد بود؟ آیا کار بدی میکرد؟ آیا کارگران ناراضی بودن؟ آیا شرکتی بود که باری به دوش دولت داشت؟ نه، کارگران راضی، مهندسین راضی، خانه براشون ساخته بودن، باشگاه ورزشی داشتن، مشهد میرفتن، کربلا میرفتن، مکه میرفتن، بچه هاشون مدرسه خوب درس میخوندن. چرا؟ آقای خیامی هم موقعی که داشت میرفت بیرون، پولای نقدی که تو شرکت بود تو گاوصندوق گذاشته بود، 750 میلیون دلارم لوازم یدکی. چرا باید مصادره میشد؟ چرا باید تشکیلات لاجوردی ها، گروه صنعتی بهشهر و اون تشکیلات مصادره میشد؟ چرا باید نورد اهواز مصادره میشد؟ چرا باید کفش ملی و بلاوین و غیره مصادره میشد؟ ببینید اینا یک عده دزد بودن، این شرکت ها رو که دیدن دم مجال بخور بخوره مصادره کردن. چرا باید روزنامه کیهان اطلاعات مصادره میشد؟ به چه مناسبت؟ چرا خون دل مسعودی و صدها تن نویسندگان اطلاعات یا واقعا زحمات دکتر مصباح‌زاده زندیات و مؤسسه کیهان باید یه شبه آقای مهدیان ریخ اونجا کیسه کیسه پول برد و اون یکی آقای بنکدار اومد تو اطلاعات کیسه کیسه و آقای مفتح پول بردن؟ بعدم خب حالا خدا پدر آقای دعایی رو بیامرزه که اونجا رو حفظ کرد، ولی کیهان که نصیب شغال شد. منظورم اینه این مصادره ها غلط بود آقا. این بنیاد مستضعفان قرار بود یه بنیاد علوی بیاد جای بنیاد پهلوی. آقای شریف امامی هم یه موقع بعد از انقلاب تشریف بردن، به قسمی که خورده بودن پشت پا زدن، رفتن در سفارت ایران و بنیاد پهلوی رو تحویل جمهوری اسلامی داد. خیلی خب، بنیاد پهلوی شد علوی، اموالی بود متعلق به خاندان پهلوی، ادارش به عهده دولت افتاد. بعد این داستان مستضعفان رو راه انداختن و دوز پشت دوز رفت تو این تشکیلات. آخری هم که آقای فروزنده اینجا رو تبدیل کرد به تیول مقام معظم رهبری و این بنیاد داره از دولت پول میگیره، در حالی که این بنیاد خیلی برای ملت نداره. کارخونه رو نابود کردن، تمام جاهایی که مصادره کردن شما یه مورد بدید که اینا موفق بودن در ادارش. خود آقای دکتر سازگارا سازمان گسترش بوده میدونه بعد از اینکه ایشون رفت و اون به چه روزی رسیده تشکیلاتی که اینا مصادره کرد. آقای سازگارا حالا انصاف هست که بگیم برای مستضعفین کاری کردن یا نکردن، ولی نمونش الان مردم همچنان در بعضی از مناطق ایران، جنوب تهران همچنان آب ندارن. کشاورز کرمانی محروم شده از اینکه زمینشو بکنه. مصادره همچنان ادامه داره. معادن و جنگل‌های ایران، شما اطلاع دارین، بینندگان ما برخی میدونن که شیوه های جدید آتش زدن جنگل ها با مواد آتش زای نامرئی در ایران به کار میره که جنگلی آتش زده بشه و بعد چادر زدن در اون مناطق و بعد ساختن. هجومی که به البرز کوه اومده برای معادن نهفته در اونجا بدون مجوز و هر چیز، که دیگه در رسانه های خبری خود دولت کنونی ایران هم میاد. مستضعفین آب ندارن در جنوب تهران و شهرهای دیگه در جنوب ایران. در بلوچستان بانوی بلوچ، گرانقدر و گرامی بلوچ،
لغتش به زبان آدم نمیاد که از گنداب می نوشن. در مناطق خوزستان، روستاهای عرب ایرانی همچنین. برای مستضعفین اگه بخوان آماری بدن چه کردن، که اگر مستضعفی بود به اون شکل گسترده که مورد نظر بود چه کردن حکومت ایران؟ والا بنیاد مستضعفان و جانبازان اسم کاملش در انتهای دولت آقای موسوی قانون تأسیسش که مصوب شورای انقلاب بود و به جای بنیاد پهلوی قرار گرفته بود عوض شد و قرار شد که درآمدهای اون جانبازان جنگ، معلولین جنگ بشه، که تا همین الان هم شاید ما 36,000 فقط مثلا مجروح شیمیایی داریم که بسیاری از اونها یکی پس از دیگری فوت میکنن. ولی بنابراین با این تغییر قانون اصلا دیگه بنیاد مستضعفان قرار نیست که پولی به مستضعفین بده، قراره برسه به درد و داد دل معلولین جنگ ایران و عراق. اما ده ها مورد حداقل من سراغ دارم و یا خوندم در خبرها یا شخصا میشناسم از جانبازان جنگ ایران و عراق که جانشون رو، بدنشون رو در راه دفاع از کشور گذاشتن، که با فقر، اسرت، تنگ دستی در شرایط بسیار بد زندگی میکنند، به خصوص معلولینی که قطع نخا هستند یا از زیر گردن یا از کمر و نگهداریشون دشواره. میخوام بگم این مأموریت رو هم بنیاد مستضعفان خوب انجام نداده و به جای اون من خودم شخصا زمانی که آقای رفیق دوست رئیس بنیاد مستضعفان بود و من تعاونی مطبوعات کشور رو درست کرده بودم، یه بار ایشون رو دیدم و موتورسیکلت برای مطبوعات میخواستیم بگیریم از یکی از شرکت‌های بنیاد. ایشون خودش گفت من الان 300 میلیون تومن این ماه آقا رو هنوز نریختم. اون موقع یعنی اوایل دهه 70، 23 سال پیش، که 300 میلیون تومان، 300 میلیارد تومانه الان بود. و به جای این که به هر حال به جانبازا برسن، به معلولین هم برسن، ماهیانه باید از بنیاد مستضعفان یک پولی بدن به آقای خامنه ای که اون موقع ماهی 300 میلیون تومان بود، لابد الان همون 300 میلیارد تومانه. و ببینید آقای چالنگی، این یک بسشه، اما همجور که عرض کردم این قصه سر درازی داره. یعنی در پروژه های کشور، در نفت، در گاز، در برق، در پروژه های وزارت مسکن و شهرسازی، راه و شهرسازی و بودجه های عمومی دولت، در رانتخوری ما به تفاوت ها، عدد های بزرگی که از پدیده آربیتراژ در واقع ما به تفاوت نرخ ارز چپاول میشه و ده ها مورد دیگه ای که اقتصاد حکومت سالار، اقتصاد وابسته به یک مکانون قدرت فاسد مثل ولایت فقیه، اقتصاد خارج از قانونمندی و قانون، بیش از اینها مشکل داره. یعنی فقط بنیاد مستضعفان نیست. این رو هم عرض کنم، این که من عرض کردم واقعا آقای روحانی چیزی ندیدیم، برای اینکه مطالعات همون مرکز سایپ که عرض کردم در تمام دنیا نشون میده راهکارهای خیلی خوبی دارن، متدهای خیلی خوبی دارن که چگونه این پدیده شوم رو در کشورهایی باش برخورد کنن. و یکی از نکاتی که این پدیده فساد رو باید در نظر گرفت در برخورد باهاش، مطلبی که خانم آن اپلبام متخصص درجه یک اروپای شرقی به خصوص لهستان به درستی ذکر میکنه، این است که در این اقتصادهای فاسد اگر قرار باشه برخورد بشه، باید به سرعت و در فاصله چند ماه تغییرات رو بشه صورت داد. یک تیم سالم همقسم باشن، قوانین رو میخوان عوض کنن، خصوصی سازی میخوان بکنن، چون به محض اینکه این کار رو در لهستان کردن موفق بودن، ولی در روسیه به محض اینکه تا
طول پیدا بکنه، همین باندای فساد شرایط جدید رو پیدا میکنن، میرن و از یه جایی به بعد جلو اصلاحات رو میگیرن. بیشترش هم دوباره یه فاسدی مثل پوتین میاد سر کار. حالا بر من آقای روحانی 15 ماه 16 ماه ریاست دولت رو از دست داده، ضمن اینکه متاسفانه اخبار خوبی از پاره از دوربری های خود ایشون هم به گوش نمیرسه. خانه از پای بست ویران است، باید دید برای چنین خانه ای چه باید کرد، اقتصاد شد چجور میشه سامان داد. آقای نوری‌زاده، صحبت بی آبی و کم آبی هست در بسیاری از مناطق کشور، آب سالم وجود نداره و و یک آماری وجود داره، مصرف آب سرانه برای هر انسان به تو آماری که سازمان ملل تعریف کرده تقریبا 1000 متر مکعب آب در سال هست. فکر نمی کنین آیا بهترین زمان هست همین روحانیون برای مستضعفین که پول به اسم مستضعفین جمع میکنن، بعد اسم سازمانشون رو عوض میکنن، بنیاد مستضعفین جانبازان میکنن که دیگه به هر دو نمیرسه، اون به جای خود. حالا که هیچ کاری نمیکنه، اقلا از همین فتواهای مذهبی نمیشه برای رفع مشکل استفاده کرد. بیان و به جای وضو بگن آقا مردم تیمم بگیرید، اونایی که نماز میخونن، شاید راه حلی باشه. این همه نمازهای ریاکارانه ای که روحانیت حاکم غسل ترتیبی ارتماسی همه این انواع و اقسام غسلا رو هم بذارن کنار، اقلا بذارن مردم اونجا آب آشامیدنی از گلوشون پایین بره، استفاده از فرمول مذهبی. هیچ فکر نمی‌کنم مخالف شرع هم باشه دیگه. نه خب برگردم به همون خزینه شون راحتمون میکنن انشالله. بله بله، حضور دست کنم جناب چلنگی، اجازه بدید من دو سه نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم، هم در پاسخ این سوال و هم سوال قبلی. یادتون هست این سوال مهم هست آقای نوری‌زاده، من بنده حتما از شما استفتا متخصص بنده متخصص اینطور از آقای سازگار راه حل مملکت کشوری که رهبرش ولی فقیه، بالاخره راه حلش هم همینا باید باشه. بله چون که الان شاید زمانی رسیده که آقایون به مردم خمس و زکات بدن. نه الان آقایون راه حلشون همینه، آقای خاتمی، احمد خاتمی میگه بریم نماز استقصا بخونیم، یادمون رفته این نماز رو بریم بخونیم، فکر میکنه با نماز استقصا گربه سیاه بارون میاد. ولی نکته رو میخوام خدمتون بگم، ببینید آقای چالنگی، ما اینجا میایم هر هفته دردها رو بیان میکنیم، چه مشکلاتی هست، مردم هم کم و بیش میدونن، حالا ما نقطه نور بیشتری رو بعضی نقاط میاندازیم. ولی یادتون هست این یه وقتی ما اینو سریال میدیدیم، تسخیر ناپذیرها، آنتاچبل، و بعد فیلمی که فکر میکنم الیور استون ساخت که الیوت نس، اون پلیس معروف که بله کوین کاستنر با شان کانری بودن، قرازی اینه در مبارزه با مافیا یک عبارت یا جمله بود یادم هست الیوت نس بر زبان می آورد، بله تو گوشم دوباره، بله این جمله رو می گفت که در اون جمله اشاره می کرد برای کندن ریشه این فساد و این مجموعه انسان باید از خیلی چیزا بگذره. و این سوال برای من مطرحه، مردم ما صبح که از خونه میان بیرون بچه های خیابونی رو تو خیابونا میبینن، کودکان معصومی که وقتی نوه آقای خامنه ای رو لباساش رو براش از خارج میارن، چه کارهایی براش میکنن، پرستار چی میگیرن، بچه های مردم تو خیابونا هستن و نان ندارن بخورن. دخترک 11 شب 10 سالشه زباله رو میجوید که دو تا پلاستیک چیز جمع بکنه بره برای پدر بیمارش دارو بخره. مردم اینو میبینن، مردم اون ترافیک ناشی از بی‌نظمی رو مشاهده میکنن، مردم دزدی‌های آخوندار رو میبینن، فساد رو میبینن، قحطی رو میبینن، کم آبی رو میبینن. آیا مردم ما یه تکون نباید بخورن؟ آقا آدم یه جایی به یه نقطه‌ای میرسه، آقا آب آشامیدنی دیگه ندارید، فردا تو تشنگی باید زندگی بکنید، چرا صداتون در نمیاد؟ چرا آدم مصر رو میبینه افتخار میکنه که این ملت اسلام ناب رو یه ساله تو زباله انداختن و گروه آقای اخوان المسلمین رو؟ چرا مردم ما بابا دیگه عاشورا صبح تا شب اینا دارن میگن کربلا حسین تشنه بود، الان 75 میلیون ایرانی تشنن.
چرا صدایی از کسی در نمیاد؟ استبداد، سرکوب میکنن، میزنن. اگر یه ملتی به پا خیزد، چطور زمان اون شاه بدبخت یه عدسه میکردن یه چیزی 50 تا علما اعلامیه میدادن؟ آقای وحید خراسانی چرا صداش در نمیاد؟ شیخ المراجع چرا برای عکس حضرت عباس تو سرش میزنه ریش میکنه؟ برای اینکه آقای خامنه‌ای گفته غم نزنین، میاد توهین میکنه، فوش میده. چرا برای بچه های مردم حرفی نمیزنه؟ آقا شبیر زنجانی چرا ساکته؟ این علما مردن، خب اگه مردن انا لله و انا الیه راجعون، برن تو قبر بمیرن. نه غیرت دارن، نه چیزی دارن، نه آقای سیستانی چرا راجع به وطن خودش ساکته؟ چرا باید سکوت کنن علما؟ چرا باید کارشناسان ما، کاردانان ما سکوت کنن؟ میگن آقا تو اونجا نشستی نفس در جای گرم میاد. نه به خدا، ما اینجا هم نشستیم نفسمون از جای گرم نمیاد. صبح تا شب هم علیه ما توطئه است و برنامه ریزی برای تخریب ما. ولی یه نکته مهمی است، ملت ما حال که دیگه کار به اینجا رسیده که بی‌لیاقتی یک رژیم جنگلامون رو نابود کرده، رودخانه هامون رو خشک کرده، همه این مملکتمون دچار نکبت و قحطی است، چرا ملت ما نباید از جا بلند شن؟ چرا نباید مردم ما تکونی به خودشون بدن، سکوت کنن؟ انشالله گربه است. نه، اصلا انشالله گربه نیست. آقای روحانی چاره‌ای برای دردهای شما نداره. آقای نورزاده خیلی کوتاه بفهمید، خود شما آقای سازگارا بارها اشاره کردین در پاسخ به اینکه چرا روحانیت ساکت هست، روحانیت غیر دولتی، اشاره کردید که زینف هستن آقای وحید خراسانی، حتی آقای سیستانی در عراق و بقیه. آقای چالنگی این نکته رو یادتون باشه، آقایون علمایی که ادعا میکنن حافظان بیضه اسلام و مذهب شیعن، آخه اینا باید پاسخگو باشن. خود اینا ببینید کاری که آقای خمینی، به کی پاسخگو باشن؟ کاری که آقای خمینی و خامنه ای کردن، اینا رو مزدور خودشون کردن، حقوق بگی. البته آقای سیستانی وضعش فرق میکنه، آقای سیستانی سالانه میلیون ها میلیون دلار خمس و سهم امام میره نزد ایشون. من دیدم نمایندگانشون چه مبالغی از مردم میگیرن. ولی در مورد علمای داخل ایران، اینا رو مزدور کرده رژیم، به یکی کارخونه لاستیک داده، یکی کارخونه شکر، یکی کارخانه کاندوم داده. آیا علمایی که اینجور بودن در پی همین چیزا شاید بودن؟ الانم بیضه اسلام به منات مبارکی در قامت ولایت فقیه در ایران بر اریکه قدرت نشسته. بله واقعا با این علما باید نگران بچه ایرانی باشه. کارتون خواب چرا نگران هوای آلوده سرطانزا، آب آلوده، سبزی آلوده، داروی آلوده باشه؟ خودشون هم به حمدالله از اون آقای مهدوی کنی که میتونن در دستگاه‌های فلان تا زمان طولانی هم نگه دارن، تا ظهور حضرت. بله تا ظهور همه مزایا برخوردن. چرا باید بگن آقای چالنگی؟ اگر اون رو گفتن شاید به قول ایرج میرزا از اون گویند گاهی لفظ قانون که حرف آخر قانون بود نون. نون، بله درسته. ولی آقای چالنگی من مردم رو میگم، من باز وقتی میبینم آقای وحید خراسانی روزه میذاره 20,000 نفر پا میشن میرن اونجا، اینجا حرص من در میاد که آقا چرا میرید؟ این دکونه، این مراسمی که اینا میگیرن دکان است. آقای هلالی میاد میپره بالا پایین، دکان نرید، مردم اینا رو بایکوت کنید، تحریم کنید. آقای سازگارا خیلی کوتاه، چون مسائل دیگه هست در همین زمینه، پاسخ این چرایی رو از شما میشنم. من دو تا نکته دارم. یکی این که در خصوص مدیریت آب، تنها 7% از آب کشور مصرف شرب و مردمه، 3% هم مصرف صنعت، 90% مصرف کشاورزیه. مدیریت درست اونجا باید صورت بگیره و متاسفانه به جای راه حل درست که بستن بسیاری از چاه‌های عمیق و آب رو سرپوشیده کردن، بسترش رو بتون کردن که تبخیر نشه، توی آب نره، روش آبیاری رو عوض کردن، وزارت نیرو اعلام کرده در سال آینده میخواد 25% مصرف آب کشاورزی بیاره پایین. یعنی احتمالاً پاره جاها نگذاره کشاورزا کشاورزی کنن که تمام تخم بسیاری
درگیری ها و شورش خواهد کرد، ضمن اینکه بیکاری بیشتری رو به ارمغان خواهد آورد، چنان که از 800 هزار شغلی که از دست رفته 350 هزار تاش مشاغل کشاورزی بوده ولی در طی یک سال گذشته. ولی در خصوص مبارزه با این حکومت فاسد هم من اندکی با آقای نوریزاده شاید اختلاف دارم. مسئله برخواستن مردم سازوکاری داره که این سازوکار باید مهیا بشه. این بیشتر از عامه مردم وظیفه نخبگان کشور، آزادی خواهان مملکت، مثل کارهایی که فعالین در مصر کردن یا دیگر فعالین در جاهای دیگه، که باید بتوانند برنامه ریزی داشته باشند، اتحاد داشته باشند و استراتژی های لازم آموزش داشته باشند تا در طاره مراحل این قبیل. خب همین مشکلاتی که هست آقای سازگار، این بحثی است، البته امیدوارم در برنامه‌های دیگه بهش بپردازیم، وقت کم هست، ولی همین مشکلاتی که هست دامنگیر نخبگان جامعه در داخل هم هست، یعنی این سوال در برابر نخبگان هم قرار میگیره. بله استاد، همین همینه، اونا چرا ساکت، اونا چرا همین کارهایی که شما اشاره میکنین نمیکنین؟ البته عده‌ای از نخبگانی که من لااقل میشناسم مشغول هستند، در انواع اقسام نهادهای مدنی فعال، مثلا در مورد همین حقوق کودک که میگین، خانم فرقدانی فقط به جرم دفاع از حقوق کودکان در زندان دست به اعتصاب قضا زده، یا کانون وکلا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی که فعالینش مثل آقای سلطانی و آقای سیف‌زاده در زندانن، یا جنبش‌های کارگری، معلمین، دانشجویان، از هر گروهی شما بگیرین فعالین و نخبگانی که فعالیت میکنن فداکاری کردن، زندان هستن یا بیرون مشغول کارن. ولی حالا از حوصله الان خارجه، ولی درست میگید، ما یک مقداری هم به نظر من آموزش های لازم برای سازوکار مبارزات مدنی و تجربه‌ای که بشریت داشته در کشورهای دیگه کمبود داریم که باید جبران بشه و درس آموزی بشه از آنچه که در جای دیگه شد. این جواب استفتا استسقا بود که راحل از جواب استفتا چی؟ والا استفتا عرض کردم، حالا کلش این که شوخیه، ولی ما دوستی داشتیم میگفتش که یه راه حل دیگه هم داره به جای تیمم، میگفت نماز صبحتونو بذارین قضاش با نماز ظهر و عصرتون نزدیک غروب بخونین، با هم یه دونه وضو هم نماز مغرب عشاتون بخونین. اینم یه راه صرف جوییه که با یه وضو این صرف جویی هم البته هیچ ربطی نداره. دوست مشترک من آقای نوزده اسم نمیبرم، شاعر گرانقدر، گفته بود با همسرشون متاسفانه فوت کرد، با خواهر همسرشون ازدواج کردن، گفتین چرا؟ گفتن که این برای صرف جویی در مادر زن هست. ادامه میدیم لحظاتی دیگه. آقای نوری زده، پای داعش به یمن هم باز شده، رهبر جهاد اسلامی فلسطین رفته به تهران، رمضان عبدالله اونجا باز سفارشات لوجستیکی آقای خامنه‌ای کرده که این کار کنید در غزه، مهمات ذخیره کنید در اونجا، این کار کنید اون، و میبینیم در این سوی قضیه داعش هم در سوریه چه میکنه. حرفی هم جالب آقای اردوغان زده، علارغم حمله‌ای که کرده به مناطق کرد نشین، آقای اردوغان حالا به کردهای کوبانی که کمک نمیکنه هیچ، اونجا هم حمله کرده، ولی انتقادی که به آقای خامنه ای داشته که به حکومت سوریه کمک کردن به بهانه مبارزات فلسطینی، ولی تا به حال یک گلوله هم اسدها خالی نکردن پس از اشغال جولان علیه اسرائیل. مجموعه این منظره رو، آخرین تفسیر رو از شما میشنویم. اولا حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه در امور کشورهای عربی حرفهای زد خیلی جالب بود، یعنی تمام آنچه را ما در این سالها میگفتیم. گفتش که سقوط بشار اسد به ضرر کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل، رژیم صهیونیستی، یعنی تا امروز اسد حافظ امنیت اسرائیل بوده، پدر و پسر یک گلوله برای آزادی
جولان اشغال شده در نکردن، اما یه مزرعه تو لبنان که تازه اسرائیل میگه آقا سوریه بیاد بگه این مال لبنانه چون ما از سوریه گرفتیم تا آزادش کنیم، سر اون جوانای لبنانی رو به کشتن داده 10 بار جمهوری اسلامی و سوریه. اینا حق بازیایی است که رو میشه، یعنی آدم میفهمه. اما در مورد داعش در یمن اوضاع بسیار بده آقای، همم دست رو دست گذاشتن دارن نگاه میکنن. چرا؟ امروز حوثی ها به مرز عربستان رسیدن، عربستان بین خودش و یمن یه دیوار 3 متری کشیده، طبیعتا پیشبینی میکردن چنین اتفاقی بیفت و در جنوبم به هدیده رفتن، یعنی آب رو گرفتن که بتونن از طریق دریای سرخ اسلحه و مهمات از رژیم ولی فقیه دریافت کنن. از اون طرف القاعده با بهره برداری از جوی که ضد حوثی‌ها هست، همون کاری که داعش در موصل کرد داره در یمن میکنه، بر 2 منطقه مسلط شده. متاسفم که اسلام ناب انقلابی محمدی شیعه و وجه سنیش مردم منطقه رو دارن به تهجر میبرن، به خونریزی و کشت و کشت. الان تو عراق مطابق گزارش سازمان عفو بین الملل گروه های شیعه ای که رفتن به جنگن خودشون قاتل سنی ها شدن و این خودش دلیل بر اینه که به هر نگاهی اگر رنگ مذهبی به این درگیری ها بزنیم بازندگان مردم منطقه و پیروان 2 مذهب خواهند بود و من آرزو میکنم اینو آمریکایی‌ها درک بکنن و در مناطق سنی نشین عراق اگه قرار نیروی جلوی القاعده باشه از اهالی محل اون گارد ملی رو تشکیل بدن، نه اینکه آقای هادی عاملی بیاد و با افراد گروه سازمان بدر بخواد منطقه رو آزاد کنه ولی خود سنی ها رو بگیره بکشه و خونه هاشون رو نابود کنه. متاسفانه وقت ما در همین جا به پایان رسید. صحبت ها بسیار هست، آنچه که اردوغان گفت و آنچه که آیت الله خامنه ای به فلسطینی ها توصیه کرده و مسائل دیگه. امیدواریم در برنامه های آینده با وقت بیشتری به این موضوعات حتما بپردازیم. با سپاس از شما آقای نوریزاده عزیز در استودیو و آقای سازگارای عزیز در روم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری و الوند، کو، تفتان، زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.